مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان با اشاره به درخواست طالبان برای آزادی زندانیان این گروه اظهار داشت آزادی زندانیان طالبان خشونت را افزایش می دهد بنابراین دولت آنها را آزاد نخواهد کرد به گزارش ویوز این مقام افغانستانی که رئیس اداره ارتباطات عمومی و استراتژیک ریاست جمهوری این کشور است ضمن بیان این مطلب گفت عناصر طالبان چندی قبل خواستار آزادی 7000 زندانی دگ ببخشید دیگر این گروه تروریستی شدند وی همچنین خاطر نشان کرد که در مقابل آزادی زندانیان خطرناک طالبان در گذشته مردم انتظار کاهش خشونت و آتش بس داشتند اما این گروه گامی عملی در این راستا بر نداشت وحید تاکید کرد اکنون خشونت ها افزایش یافته است و تا زمانی که نیت واقعی طالبان روشن نشده و خشونتها کاهش نیابد زندانیان این گروه آزاد نخواهند شد مشاور رئیس جمهور افغانستان گفت که جمهوریت گام های اساسی را برای به نتیجه رسیدن روند صلح برداشته است اما طالبان هنوز دیدگاه روشنی از دولت و رسانه ها حقوق زنان و دموکراسی ارائه نکردند محمد امین احمدی عضو تیم مذاکره افغانستان نیز به تازگی در فیسبوکش نوشته که طالبان بدون توجه به خواست عمومی مبنی بر برای پایان جنگ تلاش می کند تا آنچه جهاد تا تشکیل نظام اسلامی مینامد را ادامه دهد.